بریم سراغ آخرین سوال از مبحث چی توان و ریشه. خب گفت آقا مقادیر زیر رو بیارید. این تا دانشگاه مختلف بچه ها سوال بوده، خیلی سوال مهمی، یعنی بگیم کل دانشگاه ایران سوال بوده. الف به جیم دال، یعنی از رنگ بادمجونی شروع کردم، برای رنگ سبز استقلال پرسپولیس داستان داریم این وسط، خیلی با هم فرق میکنه. خب اولی بچه ها کوسینوس تتا و علاوه آی سینوس تتا، بعد به توان 100 هم رسید. خب کوسینوس تتا و علاوه آی سینوس تتا همتون قبول دارید این همون ای به توان آی تتا دیگه، رابطه اویلر بود بچه‌ها دیگه. رابطه اویلر چی میگفت؟ میگفت آقا میشه کوسینوس تتا و علاوه آی سینوس تتا، میشد ای به توان آی تتا. خب ای به توان 5، ای به توان پی 5 و ای به توان 100 میشه ای به توان 20 پی آی. ای به توان 20 پی آی خب خودش همون کوسینوس 20 پی و علاوه آی سینوس 20 پی دیگه، میشه همون کوسینوس در واقع 2 پی آی سینوس 2 پی، یا هم کوسینوس 0 آی سینوس 0. چون ضرایب زوج تو دایره مثلثاتی با 0 یکن، 0 2 پی 4 پی 6 پی برو 100 پی 1000 پی 20 پی تمام ضرایب زوج، یعنی انگار همون کوسینوس 0 علاوه آی سینوس 0، کوسینوس 0 1 سینوس 0 0 کلا میشه 1. چقدر خوشگل، چقدر ساده. خود این بچه‌ها تو خیلی از دانشگاه‌ها این تیپ سواله، حالا این عدد زاویه و توان متن میتونه تغییر بدن. اوکی، خودت مثلا به همین عددو به تاریخ تولد برسون، مثلا به توان 1300 و حوالی 85 خوبه، دوست داری عدد قشنگی هست دوستش هم داری، مثلا به توان 1385 برسون، ببین چند میشه. چهار تا حالت، یا یک یا منفی یک یا آی یا منفی آی، با قسم از تفاوت. اما به چی برو میخوای حل کنی، بعد اینجوری میشی احساس میکنم یه داستانی دارم، چی شو برمی جسی پینکمن میاد وسط. جسی پینکمن میگه که آقا ما کوسینوس تتا به علاوه آی سینوس تتا رو داشتیم، شو برمی چرا این سینوس تتا به علاوه آی سینوس تتا، من میخوام تو ایده جسی نگاه کنم، وات چه داستانی پیش میاد این وسط. پس دانشگاه بخواد یه خورده حرفه‌ای باشه، اینو بعد تو سوال بده. ما تا الان تمام صحبتامون کل رابطه اویلری بود که آقا کوسینوس تتا به علاوه آی سینوس تتا میشود ای به توان آی تتا. اما وقتی سینوس اولو چیکار کنیم؟ دو تا روش داریم، پاز کن چون تو 3 ثانیه آینده دو تا روش رو یادت نمیاد. دو تا روش داره، یه روشش اینه که آقا زاویه رو به پی دوم تبدیل کنید. یعنی چی؟ یعنی به جای سینوس پی پنجم بگیم آقا پی دوم منه پی پنجم کوسینوس، به جای کوسینوس پی پنجم بگیم پی دوم منه پی پنجم سینوس. اینو از دبیرستان بلدیم که آقا کوسینوس پی دوم منه آلفا با سینوس آلفا برابره، سینوس پی دوم منه آلفا با کوسینوس آلفا برابره، تموم شد رفیقش. الان کوسینوس اصغر به علاوه آی سینوس اصغر دارم دیگه، الان میتونم رابطه اویلر رو بزنم. چرا؟ چون کوسینوس اصغر علاوه آی سینوس اصغر میشه ای به توان آی اصغر. اوکی، حالا پی دوم منهای پی پنجم هم که میشه 4 پی دهم یا 2 پی 5 منهای ببخشید 3 پی دهم میشه ای به توان 3 پی دهم. حالا ای به توان 3 پی دهم آی به توان 100 برسون، این سوالو گفته به توان 100 برسون دیگه، به توان 100 برسونم 100 با 10 میشه در واقع 10 میشه سی پی آی. ای به توان سی پی آی هم بچا عین بالاییه کوسینوس سی پی به علاوه آی سینوس سی پی، میشه همون کوسینوس 0 به علاوه آی سینوس 0، اینم میشه 1. خیلی جالب. پس نکتهش همین بود. جسی پینکمن جان تنفس بگیر، نفس عمیق بکش، اوکی حل شد ماجرا. پس خیلی جالبه، دانشگاه میتونه با یه حرکت خیلی حرفه‌ای کنه استادت کارو. رواله. ایده دومش چیه بچه‌ها؟ به ایده دومش فکر کنید، اگه به ذهنتون رسید که دمتون گرم، اگه نه بیاید پی وی بپرسید، یه کامنت هم بدید که شاید ببینید بابا دمت گرم چه دوره‌ای تولید کرد، میبینه آدم لذت میبره. کامنت هم بدید بزنید بربره. یه ایده دومی هم وجود داره. خب بریم سراغ جیم. جسی رو می‌خواستیم بفرستیم بره، ولی داستان اینه که خب شاید ببینید اینم خب مصیبت دیگه، بابا این چی شو یک به علاوه دیگه چیه؟ ببین من این اولیه رو گفتی رفت تو پاچم، بقیه‌اش نمیره تو پاچم، حالا اینم یواش رفت. اینو می‌خوای چه جوری فرو کنی به من؟ شاید ببینید جان این دیگه نمیتونم اینو تحمل کنم. اینو بچه‌ها باید رابطه دبیرستان بلد باشید. ببین پس هی دارم با دبیرستان یه قاطیش می‌کنم. خب اینو بچه‌ها رابطه دبیرستان ان شاءالله یادتونه. سینوس آلفا رو به جاش چی میتونیم بگیم؟ یا یک به علاوه کوسینوس آلفا رو چی به جاش میتونیم بگیم؟ رابطه بلدیم که تو ذهنی میخوام بگم. کوسینوس دو چی بود؟ کوسینوس به توان دو میشد یک به علاوه کوسینوس دو آلفا دوم. پس یک به علاوه کوسینوس دو آلفا میشه دو تا کوسینوس دو آلفا. تو کل ریاضی یک من هزاران بار از این رابطه استفاده میکنم، هزاران بار. خیلی رابطه مهمه. و مثلا سینوس آلفا چی؟ بچه‌ها شما سینوس دو آلفا رو بلدید. سینوس دو آلفا میشه چی؟ میشه دو تا سینوس آلفا کوسینوس آلفا. پس سینوس آلفا میشه چی؟ میشه دو تا سینوس آلفا دوم کوسینوس آلفا دوم. یا دوباره اینجا یک به علاوه کوسینوس پی پنجم گفتم میشه چی؟ میشه دو تا کوسینوس دو پی پنجم. پس اینو لطفاً کوسینوس دو پی دهم ببخشید، اینا میشه پی دهم. این رابطه رو بلد باشید، این رابطه کلا مثلثات خالصه. پس یه بار بهت توضیح میدم این از کجا اومدن، میخوای رابطه‌اشو یه بار اینجا براتون بنویسم که نگید از کجا اینا رو آوردی. قصد نداشتم بنویسم ولی اینجا بذارید بنویسم.
با رنگ زیبای صورتی براتون آوردم. ببینید الان من اینجا یکی به علاوه کسینوس دو آلفا دارم بچه‌ها، یکی به علاوه کسینوس دو آلفا میشه دو تا کسینوس دو آلفا، آلفا اگه پی 5 دو آلفا اگه پی 5 باشه آلفا میشه پی دهم. پس به خاطر همینه که به جای یکی به علاوه کسینوس پی 5 گذاشتم دو تا کسینوس دو پی دهم. یا اینجا سینوس پی 5 ببین سینوس دو آلفا میشه دو تا سینوس آلفا کسینوس آلفا. الان در واقع دو آلفا پی 5، پس آلفا چند پی دهم میشه دو تا سینوس پی دهم کسینوس پی دهم. حالا آیم که ذریب داره هیچ، حالا اینو گفته به توان 100 برسون. چیکار میکنم؟ از کوسینوس، از دو تا کوسینوس پی دهم فاکتور میگیرم، دو تا کوسینوس پی دهم فاکتور میگیرم، از این کوسینوس پی دهم میمونه، از اینم سینوس پی دهم میمونه به توان 100. خب این چیه بچه‌ها؟ این الان دوباره کوسینوس مثلا اسقر به علاوه آی سینوس اسقر، کوسینوس اسقر به علاوه آی سینوس اسقر میشه چی؟ کوسینوس اسقر به علاوه آی سینوس اسقر میشه چی؟ ای به توان آی اسقر. ای به توان آی اسقر یعنی این کلا میشه ای به توان، ای به توان پی دهم آی که به توان 100 میرسه میشه ای به توان 10 پی آی. این به تمام 10 پی آن دیگه حفظی دیگه، کوسینوس 10 پی بله وای سینوس 10 پی که کلا میشه 1. پس کلا جواب میشه همین بابا، دو تا کوسینوس پی دهم به توان 100. چه ببینیم خب این چنده؟ مهمه مگه چنده بچه ها؟ مگه کوسینوس پی دهم مهمه چنده؟ یه عدد دیگه. اوکی پس ببین گام به گام چقدر میتونه تو یه سال چقدر خوشگل، یه سوالی که تمام دانشگاه چه ساده چه متوسط میدن، یه سوالی که یه لول حرفه‌ای تره، یه سوالی که دو لول حرفه‌ای تره، و سوال دال بمونه فقط بچهای تهران و شریف حل کنن و اونایی که دیگه خیلی ریاضی دوستن، خیلی ریاضی دوستن. این سوال دیگه خیلی سخته. ایدهش رو تو بگو چه جوریه؟ پاس کن چون الان دارم میگم. انگار اومده قسمت بوجیم با هم ترکیب کرده. یعنی هم باید زاویه رو تغییر بدی و هم از مثلثات استفاده کنی. به این میگن یه سوال حرفه‌ای. بوس به کلتون، دیگه همه مدلی براتون حل کردم. میدونم سوالا بعضیاش خیلی سخته. دیگه بچه خودتون انتخاب کنید که دانشگاهتون در چه حدی میخواد سخت بگیره. اگه دانشگاهتون دانشگاه سختگیری نیست، اصلا لازم نیست بوجیم و دالو نگاه کنید. با همون الف کار درام میفته. بوس به کلتون، استراحتو بزنید، بریم قسمت بعدی.